کارگاهی که جاله میگفت اینه؟ بعد آقا همینجاست. خب بعد نیست، چون هورا همیشه دنبال همچین چیزایی بود. شاید سوال درست اینه که اومدی راجع به حقیقت با من حرف بزنی. بهزاد یه عمر بهت دروغ گفت، اون بچه را از پرورش کنه برد. روزی که اون از بابای الواتش خرید منم اونجا بودم. ساعت دارم زاغتو میزنم. اینجا محل کار چند تا خانومه. چیکار داری دو ساعت اینجا رو داری گز میکنی؟ خدا بیامرزه همسرشون، من تازه متوجه شدم فوت کردن. خدا بیامرز چند ماهی پیش سه دونه اینجا رو به من فروخته بود. چیکار کردی خانوم؟ آخه شما داشتی پشت فرمون با تلفن حرف میزدی. نگوش کن مامور. علی رضا چقدر عوض شدی؟ چقدر بزرگ شدی؟ من از وقتی بچه هم مرد اصلا زیر رو شدم. نگفته بودم برات نه؟ بچه دومم بعد از میترا مرده به دنیا اومد. جنازه‌ش هم نشونم ندادن لامراقبت. ببینید برو خانم چجوری بگم، اگر مشخص بشه که علیرضا فرزند خونده است، حتی یک ریال هم از اموال پدرش بهش تعلق نمیگیره. علیرضا قول میدی به من بگی مامان همیشه تو رو خدا بگو مامان اصلا این آدم ها رو ول کن، میریم یه جایی که علیرضا من مامان واقعی تو نیستم. بابا سلام هورا خانوم، برو کنار، من با این خولی کار دارم. مگه خدا به دادت برسه؟ فقط خدا به دادت برسه. خودت اینجوری نکن ولی خدا به سر شاهده، منم تازه فهمیدم. بریم خانم میترا مراتون شمایید؟ بله منم. دستان برای چی؟ کجا میبرینش؟ بچه هم حامله است. میدونی چی شده؟ چی شده؟ مامانی همه چی رو فهمیده. علاقه قدیمی من به هورا رو یا فرزند خوندگی علی رضا رو؟ دوتاشو. سومی هم داره. چی هست این سومی؟ ارث بهزاد به تو و همایون میرسه. اگه بهت بگم دیگه نمیخواد بری سر کار استعفا بده چی؟ چرا لاتاری برنده شدی؟ باریکلا زایی تو خال. اگه بچه‌م تو زندان به دنیا بیا چی؟ مادر نکن با خودت و بچه‌ت اینجوری قربونت برم. من تحمل کن تموم میشه. به خدا علیرضا داره همه کار میکنه برات. میدونم واسه چی اومدی اینجا. به من یکم زمان میدی؟ داستان چه زنمو؟ چرا همه از من زمان میخوان؟ چه ماجرا؟ علی رضا قضیه ارث باباشو نمیدونه. من میخوام خودم بهش بگم. حرفت تموم شد. جون دایی اقبال تو فقط لب تر کن. خودم برات استیمالا میزنم. میخوام زنم هورا جونم و برای دایی اقبال قشنگم بگیرم. چطوره؟ خوب نیست؟ چی گفتی؟ اگه بازم دورو برم آورو به پلکی برنامه همینم. این زخم باعث بشه تا هم فکر کنی من به خیال ما آورده میشم. بهتون نگفتن که هیچ ارثی از پدرتون بهتون نمیرسه؟ یعنی در واقع به طور کلی اصلا به فرزند خونده ارثی نمیرسه. چی؟ دنبال یه پولی میگشتم بذارم جای ارثیه. میخواستم وقتی متوجه میشی که ارثی به تعلق نمیگیره قصه نخوری. دیگه باورت نمیکنم هورا خانم. عالم آدم به اون بچه دروغ گفتن. هر برای دلشون خواست سر اون بچه آوردن. حالا ما هم یه لگد بزنیم بندازیمش ته چاه؟ وجدانمون کجا رفته؟ یکی به حساب من پول ریخته. خب که چی؟ عددو بخون. 1,200,000,000 تومن. تومن؟ فقط میخواستم بهت بگم که یه بار بزرگی روشون هم بود. خلاصم کردی. یا مامان بیا پایین. مهران آبریتو دیدی؟ بیا جی خوش اومدی، قربونت برم. یواش مراقب باش. مژگان مامان ببین کی اومده. سلام سلام علیرضا جان. سلام، شما اینجا چیکار میکنی؟ تو اسباب کشی ندیدمت. اسباب کشی؟ مگر هورا خانم چیزی بهت نگفته؟
بیا تو اینا رو بچش، من یکم سر میخورم نمیتونم. ببین لوبیاش طعم قبلی میده. عالی. به به. خیلی خوب است. این ترشی مخلوط هم بچش خود ببین. سلام. طعمش مثل گلپرش ببین خوب سر میزن. ببین گلپرش ببین. خوبه؟ اینو رو آبی تو داری صدا میزنه. باشه، بعدم تستش میکنم. بیا بسرم. بیا بشم. نفس تست کنم. بازم همون کارو کردی؟ با خونت؟ با خونمون؟ شوخیت گرفته؟ چرا تازگی هایی کارهای میکنی نمیفهممت؟ میگفتم نمیذاشتی. یعنی واقعا هیچ ارزشی برات نداشت؟ خیلی داشت، اما نمیتونستم با خیال راحت وسط اون چهار دیواری بشینم ببینم پسرم اون طرف داره بال بال میزنه، خواهرش یه طرف دیگه. اگه یه نفر آدم یه غربیل جا بیشتر لازم داره. حالا تو دم صبح میخوای به خاطر دل منم شده از این حرفا بزنی؟ به نظرت باورم میشه این خیالت نبوده این همه خاطره رو بدی دم تیشه؟ انگار نه انگار. کی گفته خاطره رو دادم دم تیشه؟ مگه تو خشت و گل قایمشون کرده بودم؟ نه، برای این میگم که طاقت آخرین بار دیدن همین گل و خشتت هم نداشتی. اسباب حساسیتی که سپردی با آذر خانوم و خدا میدونه کی. خودم که الان اومدی اینجا علیکی داری پخت و پز و ترشی بازی میکنی، فکر میکنی انقدر نمیشناسمت؟ اگه یه ذره دو به شک بودم این کارو نمیکردم. کاش ازم میپرسیدی. تو خودت چطور میخواستی بزنی زیر کاسه کوزه این همه بیخوابی ها و دوندگی هایی که با فرهاد داشتی؟ از این همه سال که به خاطرش درس خوندی بگذاریم، الان یه سال اینه دوره جونه سگ تاتو رو خورده، هی داری از این اداره به اون اداره دوندگی میکنی. الان داری اینو با اون یکی میکنی؟ نه، معلومه که یکی نمیکنم. این که چهار تا آجر خشت و گل بیشتر نیست، چیکار داره به این که تو جون و عمر و آینده تو گذاشتیم وسط واسه خیرات و مبرات؟ تو رو خدا خودتو خسته نکن، من قشنگ این حرفاتو بلدم. میخوای بقیهشو خودم واسه تعریف کنم؟ اون زنای بیچاره چی که خودتو به آب و آتیش زدی برای که از نون خوردن نیفتن؟ نه به قیمت آواره شدن تو هورا خانوم. اخم و قهر منو دیدی؟ یادت رفته بهت گفتم میخوام دنیام نباشه اگه یه تار موثرت کم بشه؟ نه قربونت برم، یادم نرفته. خب پس چرا اینقدر این کارو تکرار میکنی؟ چند دفعه؟ بابا همین یه ذره عقلم که مونده داری ازم میگیری؟ سر میذارم به بیابونا؟ نمیگم آسون بود، ولی راه دیگه واسمون نمونده. یعنی الان میخوای بگی اصلا پشیمون نیستی؟ حتی به اندازه یه سر سوزن. عزیزم بقیه تستا رو انجام بدی. حسابی دربارشون پرسجو کردی؟ خیال تخورا خانم، خودم به چشای خودم دم بند خدا از یاد اوزه رو برای ندم. اینا رو فردا براشون ببر، بعدم ببین دیگه چه کم و کسری هایی دارن. حواسم هست. یه شماره کارتم ازشون بگیر. باشو چشم. بفرمایید. چی؟ کجایی؟ اومد. جای قشنگیه. فروشی نیست؟ هم جاها فروشی هم، هم آدم ها قیمت ها فرق.
ظرف جروبس امروز هم پر شده. ظرف شما تحت شنیدن هم پر. پس لازم نیست بگم که چرا خونت رو دود کردی رفت هوا. نگو. نگم هم که پشیمون میشی چون اصلا فایده ای نداره. اونو دیگه اصلا نگو. پس بفرمایید کدوم ظرفتون خالیه بریم سراغ همون. یکیشه که چندین چند روز خالیه. علیرضا بازم اومد سر وقته؟ روشو ببینم، صداشو بشنوم. همین که باشه، پیشم باشه، سردم باشه، بازم دلم خوشه. خیلی بده کسی که ناراحتت میکنه حق داشته باشه. خب دیگه نصیحت تموم شد؟ خودت خوب میدونی من برای این حرفا نیومدم اینجا. امیدوارم مثل دلداری دادنم هم نیومده باشه. اگه بگم که برای تنها نموندنت اومدم و اینکه حرف نزنم چی؟ یعنی اصلا حرف نزنی؟ نه. خاطرم نگی؟ هیچی. پند و اندرزی؟ ابدا. گله‌ای؟ اصلا. خب لااقل یه لطیفه چیزی بگو والا قنبات میگیریم. برم کیفمو بیارم. ببرم. الو. آره نمیدونم. باش حتما. خداحافظ. پس قار تنهاییت اینجاست. اینجا مخفی میشی ها؟ میبینین که البته نیست که ظاهرن زیادم موفق نبودم همچین خوب قایم نشدم. ماهور بهم گفت اینجایی. ها بعد یکم عادت کنم به کارهایی که زنهای دور اطرافم دارن انجام میدن. مجبوری؟ تو فکر می‌کنی سر کله زدن با ژاله واسه من کار ساده‌ایه؟ نه. شما چیکار می‌کنی؟ سعی می‌کنم خودمو بذارم جای اونا. یعنی تلاشم اینه که از زاویه نگاه اونا ببینم. و بعد می‌تونی؟ نه والا. خب بعدش چی میشه؟ میگم حرف تو درسته در قالب می‌بندم. 40 سالی میشه مادرتو می‌شناسم. خیلی خوب. اون موقع تو بچگیشم کار درست رو انجام میداد. البته تاوانشم میداد و گرگاهی بابتش کتکم میخورد. ولی از تک و تا خودشو نمیداد. از حرفش کوتا نمیمد. یعنی الان شما داری میگین که کارش درست بوده؟ از نظر من نه. ولی خب هوراست دیگه. کارشو نمیشه پیش بینی کرد. شما خیلی خوب میشناسینش ولی من هیچ وقت یادم نمیاد شما رو تو خونمون دیده باشم. همیشه با بابام بودین. علیرضا جان بذار الان برات نگم چون طاقت شنیدنشو نداری. سر فرصتی مناسب حتما واسه تعریف میکنم. نه آرومم. یعنی آروم شدم. مطمئنی؟ آره مطمئنم. دوست دارم بشنوم. باشه برات میگم. تو میدونی که مادرت دوست جاله بود. تابستونا میومدن شمرون باغ پدر بزرگت. اونجا میرفتن کلاس خیاطی، آشپزی، از اینجور چیزا. همون زمانا بود که خاطرخواه شد. چرا خوشگت زده؟ شما یه طرفه بود از طرف من.
اون همیشه حواسش سرش تو درس و مشق و این چیزا بود، کار خودشو میکرد. به لطف اونم من اول شعر رو پیدا کردم، بعد کتاب خون شدم. برای اینکه از قصه هورا دق نکنم، خودم رو تو صندوق خونه زندانی میکردم و شب و روزم میشد کتاب خوندم، تا اینکه طولی نکشید که اون عاشق بهترین رفیقم شد، بابات. اونو عروسی کردن، دیگه ندیدمشون. یه مدت توی عروسی و اعضای فامیل مگر به هم بر میخوردیم میدیدمشون. بابات همیشه اصرار داشت که تو دور همیا و گرد همای فامیلی حضور پیدا کنم، باشم، چون خودش تنهایی حوصله رفت و آمد با دیگران رو نداشت، حوصله‌اش سر میرفت. اما من هر دفعه بهانه جور میکردم و شونه خالی میکردم و خلاصه از زیرش در میرفتم. معمولا نمیرفتم یه جوری. چند سالی هم گذاشتم، یه 10-15 سالی رفتم اون برا آب، ولی بازم فایده نداشت، برگشتم. شما هنوزم خاطر خوشین؟ بابات که فوت کرد، به عنوان بزرگتر اومدم که حق همایون و ماهور رو بگیرم. البته از تو چه پنهون، بدم نمیمد یک گوشمالی هم به هورا بدم بابت اون سالا تلافی. ولی خب افسوس، عجیب بود، تمام حساب کتابام محاسباتم اشتباه از آب در اومد، همش غلط شد. بعد از 30 سال برمیگردی، کسی رو که 30 سال ندیدی یهو میبینیش، میبینی بازم همون آش و همون کاسه. مسخره نیست تو رو خدا؟ نه، یعنی به نظر من مسخره نیست. من تو این 7-8 سالی که ماهو رو ندیدم داغون شدم، درکتون میکنم. تو رو که میبینم بیشتر متوجه میشم چرا عاشقش شدم. خب الان میخواین چیکار کنین؟ راستش نزدیک بود یه حرفایی که نباید میگفتم از دهنم در برو بهش بگم. خوب شد که نشد، چون میخوام اول به تو بگم. یه دنم گفت آقا تو دیگه سنی ازت گذشته، تعمونده زندگی تو زندگی کن و بذار اون زنم تو حال خودش باشه، راحتش بذار. ولی از این بار یه دلم میگه آدم زنده زندگی میخواد. بالاخره تو هم باید زندگی کنی. نظر تو چیه؟ من بیشتر با دومیه موافقم. آدم زنده خب باید زندگی بکنه. هورا اینو میپذیره؟ نه، قبول نمیکنه. اگه انکارم بکنه باز به خاطر قضاوت دیگران نمیپذیره. تو حاضری باش حرف بزنی متقاعدش کنی؟ باشه، باش حرف میزنم. شما هم آدم خوبی هستی. امیدوارم این آدم خوب بودنم به دایی ماهور بودنم ربطی نداشته. نه نه، من فقط موندم چجوری میخواییم به زنم و جاله اینا رو بگیم. زور خدا داغ دلم تازه نکن، یادم نره که خودش معقوله ایه. ولی علیرضا تو درد تنها هورا نیست. نه، دلم برای بابام تنگ شده و بابت این دلتنگی هم خودتو سرزنش میکنی هم عصبانی هستی. نه، نمیدونم، قبل از این ماجرا هرچی با خودم دارم نگاه میکنم هیچ خاطره بدی پیدا نکردم. قشنگ دارم دیوونه میشم، میزنه به سرم. بعید میدونم قضیه خودتو بگی.
دیگه نمیخوام از گذشته ها حرف بزنم. من کاری باشون ندارم. مثلا داستان کارگاه. بعید میدونم بابام یه همچین کاری کرده باشه. اونم بدون سلام مشورت با هورا. ببین عزیزم، 50 سالم که با یه نفر رفیق باشی، بازم تو زندگی رفیقت یه رمز و رازایی هست که هرگز بهت نگفت و ازش خبر نداری، هیچی نمیدونی. ولی یه چیزی رو خوب میدونم، بابات برعکس بهرام آینده نگر بود. من بعید میدونم که کارگاه فروخته باشه پولشم به هیچ زخمی نزده باشه، به خصوص که فقط 3 دنگشو رد کرد. یعنی شما به نظرتون بابا میخواست چی کار بکنه؟ اون سالا که پشت لبت سبز شده بود، بعد جوری زده بود به کلش که یه ساختمون 2 طبقه برات همچین اساسی بسازه که تو زن بگیری بری تو یکیش بشینی، اون یکیشم بدی اجاره، پولم بیاد قشنگ در خونه پاتو بندازی رو پات، کیف کنی، بگی دغدغه، لذت دنیا رو ببری. ولی خوب یهو یادش افتاد که مادر تو هوراست، اون به تو یاد داده که از بازوت و با کار کردن پول در بیاری. بعید میدونم که چیز دیگه ای جز این باشه، حتما میخواسته همچین کاری بکنم. حیف شد، من دیگه هیچ وقت نمیتونم بفهممش. حتما یه روزی میفهمی بسرم، حتما. سلام. سلام عزیزم. بفرمایید. خوبین؟ آره، تو چطوری؟ خوبی؟ متشکرم. جابجا شدین؟ نه والا، من کار سرم دوخته که. من میگم مثلا ولش کن، بذار من فردا بیام خودم واسه همه جای راست ریس میکنم. میای؟ نیا؟ تنها نیا. باشه، تنها. آره. الان از خونه جدید راضی هستی؟ آره، کوچیکه ولی برای من کافیه. یه خونه 4-5 سال ساخته. ولی از همه چی مهمتر اینه که انباریش تلموش نمیخواد. خوبی، خیلی عالیه. خوبه. اینم امانتی بابا دماچه. از وقتی که بابا رفت روشنش نکردی؟ نه، اولش که نتونستم، ولی بعدش هم به خاطر اون قضیه تو گفتم شاید یه چیزایی توش باشه که دلم نخواد ببینم. ولی شاید من روشنش کردم. هر چیو دارت میخوام. یه قهوه ساده به من میدین؟ بله حتما. راستش بدی نیست. اول از همه که به لطف شما تونستیم جنسامون رو نگه داریم. ولی خب هنوز داریم دنبال جا میگردیم. خب دیگه وقتش واسه علیرضا خان آستین بالا بزنم. من اعتراضی ندارم. ولی ولی چی؟ احساس میکنم باید نوبت رو رعایت کرد. نوبت چی؟ همایون رو میگی؟ نه. بس چی؟ من دیشب مرد و مردونه با اقبال حرف زدم. حرف زدم دیگه. خیلی خاطراتی تعریف کرد. ادامه ند. بفرمایید. دستون کلی درد و دل کرد. چایی تو بوش چه چایی نمیخوری؟ میخورم شما بفرمی قهوتون رو بخوریم. چایی تو بخوری از دوران کودکی و بچگی برام گفت. علی رضا بستدی از جلوی مدرسه بایستدنم. از اون درخت توت چه خاطراتی برام تعریف کرد. سلام. سلام. ببخشید هورا خانم کجا؟ هورا خانم تو اتاقشون. مرسی. بفرمایید. ماهو؟ بله.
میگم بیا بریم بعدا زنگ میزنیم. چه کاریه پا شدیم اومدیم اینجا؟ راستی شده گفت پشیمون شدی؟ نه به چونه داری؟ خب بس چی؟ خیلی خوب دیگه اعتراض نکن، مگه به دایی بول ندادی؟ بیا خیلی خوب. تو دایید منو به چه کارایی نکرده ایوا میداری؟ اونجا ما که تو تصمیم دخالت نکردیم، زیرش نزن. بیا خیلی خوب برو بابا. اگه بازم جوشونده نیوردی میتونی بیای تو. جون عزیز دمنش نموش ندارم، بیا استثنا تو اگه جوشوندم بیاری، دمنشم بیاری میتونی بیای. البته که همچنان دست خالی نیومدم، مهمون آوردم با خودم. قدم مهمونتم رو چشم. خوش اومدی. سلام. سلام. اومدم. خواستم ازت تشکر کنم که شکایتتو پس گرفتی، بچه همو به این برگردوندی، دیگه حسابی نداریم با هم. بیا تو، بیا غریبی نکن، بفرما. خوش اومدی. ممنون. بفرمین بریم تو. مدیه نمیخوام دیگه علیرضا رو از خودم برونم. منم نمیخوام، بالاخره هرچی باشه یه عمر با تو خو گرفته بچه. ممنونم که درک میکنی. بابت میترا خدا خیرت بده. بابا خواهش میکنم، کاری نکردم. حالش خوبه؟ آره خوبه. البته اگه هی یواشکی سراغ اون شوهر احمقش رو از این مون نگیره خیلی بهترم میشه. آخه اینجوری که بده. بیا بریم با هم یه چایی بخوریم. علیرضا بچه‌ها رو برده بهشون پیتزا بده، منم تنها. نه آخه منم کار دارم، باشه یه وقت دیگه، باید یه سر برم کارگاه. شنیدم کارگاه رو نگهداشتی، خیلی خوشحال شدم. البته تنهایی که نمیتونستم، ماهور و مادرش سهمشون رو بخشیدن. مادر ماهور؟ ژاله خانم رو میگی؟ همون جاری از او بهترونه. باورم نمیشه. منم باورم نمیشد، اما بخشید. اون پسر کوتاه نیومد نه؟ اون پسر رو ولش کن. یه چیزی میخواستم بهت بگم. میخوام برم خواستگاری ماهور. میخواستم خواهش کنم تو هم با هم بیایی. خدا وکیلی؟ آروم شدی؟ راستشو بخوای مامان درست میگفت. اون روحش خیلی بزرگتر از من. هنوز درگیر خشتگیر خاطرات این خونه. خیال کردی هورا خانم شدن به همین آسونی ها؟ یاد میگیری
چیه این خاطره؟ از همایون بپرس، اون بهت میگه خاطره به چه دردی میخوره. مطمئنی نمیخوای بری؟ بعدان قرشو سر من نزنی. همشون پشت منو خالی کردن، باستادم پشت اون پسره. یه علف باید به دهن بازی شیری میومده که اومده، ولی اسم منم دیگه نباید بیار. بی خیال بابا، ما هم درستش میکنم. الان من باید اونجا میبودم، اولین نفر خوشی رو تو چشاش من باید میدیدم. خب بیا بریم، من باید میام تو، نمیام تو برو. نمیشه که. نمیگن زنت کجاست، چرا تنها اومدی؟ بعدم سر قضیه اون شب و این همه دل شکوندنه ماهور، الان هلک هلک باشم برم بگم چی؟ میدونی از چی میسوزم؟ اینکه همه کس و کار من امشب دور علیرضا جمع شدن، دارن گل میگن گل میشن. اینجوری به خودت نگو دیگه، ناراحت میشه. چیه؟ رو راست بودن اذیتت میکنن؟ منم اذیت میکنه، اما نترس، انقدی وجودشو ندنم از ارث و میراث عمو به عزت بگذرم. چهدم گذشتم، چهد به قول ماهور گذشتم. حالا بی خودی نمیخواد تازه عذاب وجدان برداری. همونقدر که تو ماهور رو دوست داری، همون اندازه هم ماهور تو رو دوست داره. شما دوتا خواهر برادرین، اگه گوشت هم دیگرم بخورین استخون همو نمیندازین بره. حالش هم به همین زودی ها با هم آشی میکنیم، من بهت قول میدم. نمیفهمی دیگه، نمیفهمی، دست خودت نیست. بس همه چیزات انقدر دوست دارم. من تو دوست دارم. خب دیگه یه چند ماهیه که خیلی سخت گذروندیم دیگه. این بچه ها حقشونه که یک کمی به آرامش برسن، ازشون دریغ نکنیم. اینطور نیست جال جون؟ ببخشید من حواسم پیش همایون متوجه نشدم چی گفتی. ای خواهر، اگه اینقدر باد و بغ نمی کردی هم مثل ما بهت خوش میگذشت، هم ملتفت حرفامون بودی. درست نمیگم مشکان خانم؟ بله همجون. میگم ژاله خانم، اگه حرفی حدیثی چیزی هست بگین ما هم بدونی. من هیچون اجازه بده و صبور باش. درست باشه، من علیرضا رو دوست دارم، از بچگی هم دوستش داشتم، اما خب حرفم اینه که اینا با هم بزرگ شدن. خواهر جون، بچه ها تصمیمشون رو گرفتن، میخوام به پای هم پیر بشه. ژاله خانم شما هم حق دارین، من بهتون حق میدم، شما مادر این حق دارین که نگران بچه هاتون باشین. آدم درست حسابی هم واقعا کم پیدا میشه دیگه، وضعیت منو که همتون دیدین. ولی علیرضا واقعا پسر خوبیه، نه اینکه داداش من باشه بگم، و نه اینو دیگه همه میدونن. واقعا شما به جای اینکه نگران حرف این و اون باشین، به ته دلتون نگاه کنین، ببینین میتونین دخترتونو به داداش من بدین یا نه. به خدا اگه یک کلمهشو بی جهت گفته باشی. خب ژاله خانم، حداقل تو این تحقیقات محلیتون هم یه سر پیش من میومدین. بالاخره من رفیق صمیمی آقا دومادم، جیک و پوکشو میدونم. حالا یه سری چیزایی هست حیف اینجا نمیشه گفت. حالا ان شاءالله اون نکته رو سر فرصت خودم به مار خانم میگم. خب ژاله خانم، بله رو بگین بذارین دهنمون رو شیرین کنی. چی بگم؟ مبارکه. گفتم مبارکه دیگه.
خب جاله خانم فکر کنم شما این صدا و تصویرتون با هم جور نیست، بقیه نشیدن شما چی گفتین. میخواین یه بار دیگه بگین؟ مبارک ایشان، مبارک. به به به، بزن اون دست تشکر رو به افتخار حاضرهاد عروس خانم. خاطرشون بفهمون اول شما دهنتون رو شیرین کنین. مبارک بشه. خیلی متشکرم. شما به پای هم پیر بشید. خیلی متشکرم. مبارک بشه. بفرمایید دهنتون. شما عروسی خودت. به داماد شیرین. آقا داماد بفرمایید. خیلی متشکرم. قربون شما. جان خانم بفرمایید. خیلی ممنون. کامتون رو شیرین کنین بفرمایید. دست شما در افتخار جاله خانم هم یه دست قشنگ بزنید. بفرمایید. قشنگ خوشحالی ها. آره داداش. میگم کاش که تو از خوشحال شدن دیگران خوشحال میشدی. آره منم بگینگی خوشحالم از اینکه حالشون خوبه. جون من. خدا. میکرد. هر کار که داشت خودم. چکر. شام که میدم بهمون. شام. شام خبری نیست. دور میدارم. ببخشید اگه اجازه بدید من باید یه قضیه رو مطرح کنم. بگو پسرم چی شده؟ والا یه چند روزی هست یه نفر با دفتر تماس میگرفت، خب من گرفتار بودم نمیتونستم وقت براش خالی کنم تا اینکه دیروز تونستم باهاش حرف بزنم. خب سردفتر یه محضرخونه بود، گفت باید در مورد آقا بهزاد حتما باهات حرف بزنم. نگو که بازم. نه نه اصلا داستان خیلی مفصل تر از این حرفاست. خب حالا چیکار داشت؟ میگم امیر خان حالا میخواین امشب دربارش حرف نزنیم؟ نه نه اتفاقا به نظرم امشب درست‌ترین زمانه ملیه خانم، جای آقا بهزاد خیلی خالیه، مخصوصا گذاشتم امشب بگم. حقیقتا چی شده امیر؟ علیرضا چند روز قبل از روز تولدت بابات فوت شد، درسته؟ خدا رحمتش کنه. یه جای بزرگ و تر و تمیز همون نزدیکای کارگاه قبلیتون خریده به اسم تو، همه کارهای انتقال سندم انجام داده، پولش هم تا قرون آخر پرداخت کرده. به محضرداره گفته که میخوام برای تولد پسرم سورپرایزش کنم، روز تولدش میارمش اینجا امضا کنه. پس این همه وقت کجا بوده؟ یکی از کارمندای اونجا که از دوستای آقا بهزاد بوده، انگار کارا هم همه رو اون انجام میداده. تا میفهمه آقا بهزاد به رحمت خدا رفته و هیچ کس هم از قضیه سورپرایز خبر نداره، سعی میکنه تو سند دست ببره. بعد به جای علیرضایی که هنوز امضا نکرده سند رو به نام خودش خواسته تغییر بده. خب هیچ کس هم خبردار نمیشه تا یه ماه پیش دقیقا که صاحب قبلی ملک برای سند یه ملک دیگه دقیقا میره همون دفترخونه. با سردفتر حرف تو حرف میشه، صحبت آقا بهزاد و داستان سورپرایز کردن پسرش که خوبونم در جریان بوده دیگه. بهش گفته که این ملک رو برای پسرم میخوام، اما میخوام تجهیزش کنم اونجا رو برای کارگاه خانومم. حالا خلاصه سرتون رو درد نیارم، سردفترم هرچی فکر میکنه یادش نمیاد بعد مرگ کسی یکی دیگه برای امضا رفته باشه اونجا. پی قضیه رو تا تهش میگیره، میرسه به جناب آقای کارمند دوست. شما رو که پیدا نمیکنه میره اطراف محل کار بابات علیرضا، اونجا هم یکی از موکلای منو پیدا میکنه که اتفاقا بابات معرفیش کرده بود، شماره دفتر منو بهش میده، اونم تماس میگیره داستانو برامت توضیح داد. البته کارمنده اخراج شده، ولی خب از این جای بعدش رو باید بسپرید دست من دیگه. من معذرت میخوام. خدا رحمتش کنه، دیگه دستش از این دنیا کوتاه است. اون احتمالاً فهمیده بوده که قصه اون میرس به کجا میرسه. اونم هدیه عروسیت از طرف بابات. ببینم مگه تو با فرهاد دنبال جا نمیگشتی؟ قصه محل کار خانومان که حل شد. عروس خانوم مثل که بازم چایی لازم شدیم، زحمتشو بکش. من میرم بهش کمک کنم. منم بیام؟ نه نه بفهم. هورا
شاید خیلی چیزا رو به من نگفت و رفت، اما به نظر میاد به خاطر پسرش بود. اما من میگم همش به خاطر تو بود. مامان، مادر، بابا، خواستگاری منو عشقم بردر بریم؟ آره مام بریم، منتظر میام. برو بفرم بفرم بفرم. به دلم نشست و رفت، دل به من نبست و رفت، عاشق شدم ولی قلبمو شکست و رفت. زندگی بدون تو منو دست کم گرفت، هوا هر جا ابری شد واسه تو دلم گرفت. من ماندم و شهری که بی او هوا ندارد، من ماندم و دردی که جز او دوا ندارد. دلم گرفته به خاطر او خبر ندارد، دلم گرفته خدا کند باز باران ببارد، باران ببارد. هوای تو همه زندگیم روی هواست، دل به تو سپردم و تو منو دلت نخواست. من هنوزم عاشقم، جای خالی شاهده که قرار زندگی روی خوش نشون بده. من ماندم و شهری که بی او هوا ندارد، من ماندم و دردی که جز او دوا ندارد. دلم گرفته به خاطر او خبر ندارد، دلم گرفته خدا باران ببارد، باران ببارد.